کارولینای شمالی معمولاً جایی نبوده که نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری از اول برای پیروزی روی آن حساب کنند. اما این بار نامزد حزب دموکرات در رقابتی نزدیک با رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری‌خواه به دنبال رأی این ایالت هم هست. جامعه نظامی‌های کنونی و سابق یکی از گروه‌های جمعیتی کلیدی در کارولینای شمالی است. به شهر فورت برگ می‌روم، یکی از بزرگترین مجموعه‌های نظامی جهان. یکی از پاتوق‌های نظامی‌های فعلی و نظامی‌های سابق یا بازنشسته، فروشگاه‌های لوازم نظامی است. جایی که از لباس تا قمقمه آب، از سردوشی تا چادر صحرایی در آن برای فروش هست. نو و دست دوم، اصل نظامی یا نمونه‌های موجود در بازار. بانی میب، صاحب و مدیر فروشگاه لوازم نظامی، سال هاست که اینجا را اداره می‌کند. همسر و پسرش هم کمک دستشند. اول دل خوشی نداشت که درباره انتخابات حرف بزند. نگران بود که بعضی از مشتری‌هایش را برنجاند. یه مقداری نگرانم. الان در کشور ما خیلی تفرقه افتاده. درون خود دموکرات‌ها و درون خود جمهوری‌خواهان هم تفرقه هست. به نظر من یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه برای نیروهای نظامی ما بهتره. ولی من امیدم اینه که این کشور خوب فکر کنه که چی میتونه به ملتمون کمک کنه. چی میتونه کمک کنه ملتمون دوباره یک ملت بشه. دوباره یک کشور خوب بشه. فکر میکنم رای به جمهوری خواها الان برای کشور ما بهترین انتخابه. نظامی ها در امریکا حق دخالت در سیاست و اظهار نظرهای سیاسی ندارند، اما همچنان به عنوان یک فرد حق رای دارند. جورج بویر، نظامی بازنشسته، یکی از مشتری های ثابت این فروشگاه بزرگ است. میگوید اگر هم چیزی نخرد گردش میکند. او دور قبلی به دونالد ترامپ رای داده. پس شما میخواین ترامپ 4 سال دیگه رئیس جمهور بمونه؟ بله، من شخصا اینطور دوست دارم. شروع کرده نیروهامون رو برگردونه خونه. اقتصاد رو قوی کرده بود. کرونا بود که اومد خرابش کرد. بازار سهام داشت همینطوری میرفت بالا. وضعمون خوب بود. چین رو هم به چالش کشیده بود. اگه 4 سال دیگه داشته باشه اوضاع رو بهتر میکنه. اما این موضع همه بازنشسته های نظامی نیست. باب کلبرو، سرهنگ بازنشسته ارتش در خانه ساحلیش، میگوید خیلی دیگر از نظامی های فعلی و همینطور نظامی های سابق مثل او نمیخواهند دونالد ترامپ فرمانده کل قوا بماند. او بعد از بازنشستگی مشاور پیمانکاران نظامی و همینطور اندیشکده های پایتخت بوده. تعریف هم کرد که از نوجوانیش اتفاقی با اشعار عمر خیام آشنا شده و به او علاقه دارد. هر سال هم شب یلدا را در حیات خانه اش جشن می گیرد. این سنگ سفید هم نشان جایی است در افق که خورشید در این درازترین شب سال غروب می کند. دونالد ترامپ خطرناکترین تهدید برای امنیت ملی آمریکاست که من تا حالا دیدم. با وجود همه این تهدیدهایی که آمریکا در این چند دهه گذشته تجربه کرده، بله، فرقش اینه که ترامپ داره در داخل کشور بین ما تفرقه میندازه. ما هیچ وقت اینطور دچار تفرقه نبودیم. اعتقاد دارم که این یک مشکل موقتیه و میگذره. ولی باید ببینیم در عمل چطور میشه. چهار سال دیگه ریاست جمهوری ترامپ ما رو در وضعیتی از نظر امنیت ملی قرار میده که من حتی تصورش رو هم نمیتونم بکنم. بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده همه کشورهای جهان رو رهبری کرد تا نهادهایی برای گفتگو و قانونگذاری بین المللی بسازند که جلوی جنگ رو بگیرن و عمدتاً هم جواب داد. برای 60-70 سال دونالد ترامپ داره تلاش میکنه اونها رو در هم بکوبه، ولی خبر خوب اینه که جو بایدن پیروز خواهد شد و ما شروع میکنیم تا آمریکا رو در مسیر مناسبش قرار بدیم. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیشه گوشه چشمی به رأی نیروهای نظامی و نیروهای سابق آمریکایی داشتند. وعده‌هایی مثل کاهش حضور نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان و همینطور رسیدگی بهتر به وضع معیشتی نیروهای نظامی تلاش برای جلب رأی آنهاست. این بار در این انتخابات هرقدر که ایالت کارولینای شمالی در نتیجه نهایی تاثیرگذار خواهد بود، رأی این بخش از جامعه آمریکا، نیروهای نظامی و نیروهای سابق آمریکایی،
در نتیجه نهایی این ایالت مهم و تعیین کننده خواهد بود. گرایش رأی نیروهای نظامی و بازنشسته‌های نظامی موضوع مطالعات و نظرسنجی هاست. از جمله پیتر فیور، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک، در این باره کار کرده. نیروهای نظامی سابق و بازنشسته‌های نظامی بیشتر از میانگین جامعه آمریکا به سمت جمهوری خواهان تمایل دارند. یعنی در یک انتخابات به طور معمول نامزد جمهوری خواهان رأی بیشتری از بین اینها میاره. ترامپ به عنوان یک نامزد جمهوری خواه این برتری رو داره. ولی در این دوره انتخابات این برتریش نسبت به دوره قبلی تحلیل رفته. در بعضی از جاها بین نظامی های سابق بایدن و ترامپ شونه به شونه هستند. این میتونه در ایالت هایی مثل کارولینای شمالی و فلوریدا به نفع نامزد دموکرات ها باشه. میزان بالای آرای پستی و آرای زود هنگام که مردم در صفهای طولانی ایستادند تا به صندوق بیندازند، چشم‌اندازی از مشارکت بالا در ایالت کارولینای شمالی به دست می‌دهد. رقابت نزدیک در این ایالت باعث شده چشم دو اردوگاه انتخاباتی تا آخر به آن دوخته بماند. هادی نیلی، بی بی سی، در فورت برگ، کارولینای شمالی.